در این نامه دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله اطلاعات 137630 رای دهنده را پرسش برانگیز و به اعتبار می داند. در این نامه آمده است که بر بنیاد استدلال شرکت پیمانکار در ملوک این آرا از دستگاه های ریزرو در مرکز ثبت اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شدند اما دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گوید که 29000 ناظر آنان و نیز کمیسیون مستقل انتخابات هیچ اطلاعی از این آرا ارائه نکردند استدلالی که در ملوگی را کرد در موردی که اول از یک دستگاه دیتا فرستاده شده و بعد از دستگاه دوم در محل حل دیتا فرستاده شده دستگاه اول ما پس رفتیم دستگاه دوم را در قرانتین نگه داشتیم و همین دیتا های دستگاه دوم یا سوم یک زار رای است این بسیار گپ روشن است ما اې اعتبار مېته ما هغه دسټکای اول دې دسټکای دومي چې څو ورځې وروسته ساده شو دا چګونه فرصت ساده شده چګونه رائے ساخته شده دا ای ای نمیتونه قابل اعتبار باشه حکومت تفاوت چی راځي چې یو سولودیر زرا شاوخه رائے تفاوت راځي هغه هم د هغه ډوایسونو دی چې هغه قرنټین شوی وو د ناظرینو مشاهیدونو پر وړاندې د ټاکنو خلوق کمیسیون هغه فیصله وکړه او دا هغه معلومات هم ټول سرور ته ولګدل شو از سوی دیگر دستي انتخاباتي اشرف غني از تاخير در اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری نگرانې میکنند او در اعلامیه میگوئند که موقفشان را در مورد آرای بی‌بای میدریک برچسب دار بعدن اعلان میکنند بعض د افغانستان د خلکو حق دوی دوی دو دی چې باید د دوی د رائے نه دفاع بیت وشي په دې اړه مننه دولتساز مشخصه برنامه لري چې د لشي په دې باندې کار روان دی نه نو سبای در سنې سره هم شریکي در این میان کمیسیون های انتخاباتی و عدم اسپارند که بر بنیاد قوانین انتخاباتی و در شفافیت کامل کارهایشان را به انجام می رسانند. از ادرس کمیسیون شکایت انتخاباتی برتان صد فیصد اطمینان داده می که تمام کارهایی که در کمیسیون شکایت انتخاباتی انجام داده می شون مطابق قانون انتخابات، مطابق طرز عمل و لوایحی که قبل از قبل از طرف کمیسیون به تصویب رسیده انجام, انجام داده می کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این دو رقم از آرای بای شده را که از سوی شرکت پیمانکار در ملوک با کمیسیون در میان گذاشته شده بود بیش از یک میلیون و هزار و نیز بیش از یک میلیون هفت هزار اعلام کرد که دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله با پخش این دو ارقام انتقاد کرد